نیکاهنگ کوسر روزنامه‌نگار از واشنگتن با ما هستن. آقای کوسر، از کامیز درمبخش بیشتر برای ما بگید. کامیز درمبخش یکی از سرشناس‌ترین کارتونیست‌های تاریخ ایران هست و کسی است که باعث شد که نام ایران در بسیار از عرصه‌های بین‌المللی بدرخشه. آقای درمبخش که کارش رو از نشریه سپید و سیاه در دهه 30 انجام داد، زمانی که در اول دبیرستان بود، در کنار زندگیات اکبر معاونی که اون هم شیرازی بود مثل خود درمبخش، آروم آروم وارد عرصه‌های مختلف رسانه‌ای شد و بعدها به نشریه طنز توفیق پیوست و در کنار بزرگترین طنز پردازان اون زمان کار کرد. کارهای بدون شرح او بسیار طرفدار داشت. بعداً به نشریه کاریکاتور متعلق به محسن دبلو پیوست و با روزنامه‌ها و مجله‌های مختلفی کار می‌کرد. هم کارهای سیاسی داشت، هم کارهای فکاهی. اما کارهایی که در مجله، در روزنامه آیندگان از او منتشر شد تحت عنوان مینیاتورهای سیاه، بسیار تأثیرگذار بود در میان طرح‌های بدون شرح اون زمان. و با آغاز دوران انقلاب از ایران رفت و در آلمان بود و کارهاش در نشریه نبل شوالتر سوئیس منتشر شد، همچنین که در خیلی از نشریات معتبر دنیا به انتشار می‌رسید. و شرکت او و حضور او در مسابقات و فستیوال‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی دنیا و جوایزی که می‌برد اونقدر زیاد بود که دیگر جمهوری اسلامی هم نمیتونست سانسور بکنه نام او رو. و با تأثیر کیومرث صابری فومنی که دنبال این بود که بتونه کمک بکنه که آقای درمبخش به ایران برگرده، نهایتاً تونست به ایران برگرده و یک جواهر بود برای کسانی که میخواستن با او بیشتر آشنا بشن، چون بسیار سخاوتمند بود و کمک میکرد در مورد حوزه طنز و کارتون و جوانها رو خیلی تشویق میکرد و تأثیر بسیار مهمی داشت در کارتون ایران. آقای کوسر، همین سوال بپرسم، شما تأثیرگذاری این هنرمند رو در چی میبینید؟ بیشتر بر ما بگید. آقای درمبخش به ظاهر خیلی ساده بود کاراش، اما سادگی و پختگی چه در کارهای سیاسفیدش چه در کارهای رنگیش ناشی از تلاش بسیار زیادی بود که توانسته بود به سبکی برسه که ویژه خودش بود و در جهان شناخته میشد. رنگ‌ها بسیار پخته بود، طرح‌های روی جلدی که مثلا در نبل شوالتر سوئیس کار میکرد خیلیاش برای ما مانند الگو بود اون زمان که کار میکردیم. و خطوط ساده‌ای که با او کار میکرد ممکن است آدم فکر کنه با یه طرح اولی به اون میرسه، اما گاهی 20-30 طرح اولی رو چک نویس کار میکرد، پیش نویس به قول من رو کار میکرد تا بتونه اون طرح نهایی رو بهش برسه. و بسیار سختگیر بود نسبت به کار خودش و همین باعث شده بود که از منظر کیفیت آثار هنری درمبخش در بالاترین سطح کشور باشه. و با وجودی که سنش هم زیاد شده بود، اما قلمش یک قلم بسیار جوان، بسیار با انرژی و تعیین کننده بود. هم برای کودکان میتونست کار بکنه، هم برای بزرگسالان. ممکن بود وارد کارهای سیاسی نشه، اما سیاسی روز نشه به خاطر حالا شرایط مختلف، اما آثارش تا سالهای سال تا دهها اثر خودش رو بر روی مخاطبان خواهد گذاشت. ممنونم از اینکه با ما بودید. نیکاهنگ کوسر، روزنامه‌نگار از واشنگتن.